هستن که بگن ایرانی هستند. نه نه کنید، در وهله اول بحث گفتگوی بود که شما چگونه خودتون رو تعریف میکنید. از بوگی یعلون که در ارتش بود و وزیر پدافند اسرائیلی بود، یک پرسش پرسیدن در یکی از همایش‌هایی که بود و پرسیدن از ایشون خودتون رو چگونه تعریف میکنید، یهودی یا اسرائیلی؟ گفت من اول از همه یک یهودی هستم، بعدن یک اسرائیلی. گفتم بخواه نکنید، شما لهستانی تبار هستین، روسی تبار هستین، 100 سال پیش به اسرائیل اومدین و غیره و اینها، چگونه هنوز یهودیت خودتون رو با وجودی که ممکن فرضیه‌های مذهبی رو انجام نمیدید چگونه خودتون یهودی می انگارید؟ گفت نه، چیز خیلی جالبی بود ارتش بود بوگی یعلون به من گفت، و این بود که نگاه کنید، یهودی و یهودیت و موسی بن عمران بود که یک آمد دگرگیسی در دنیا ایجاد کرد. یهودیان بودن از باروخ شپینوزا گرفته که یک دگرگیسی آمدن ایجاد کردن، یک انقلاب فرهنگی ایجاد کردن. فروید یک یهودی بود، مارکس یک یهودی بود، یک سوم از جایزه‌های نوبل از آن یهودیان هستش. بستگی نداره چه شهروند چه کشور، آلمان باشن یا اسرائیل باشن یا هر جای دنیا باشن، برای رفاه مردمی و شهرونده که همسان با خودشون هستن و تساوی حقوق می انگارن، همینطور که ما گفتیم 20% از جامعه اسرائیلی و پارلمنتاریستای اسرائیلی و عرب اسرائیلی هستن، تا چند روزه برای رفاه مردمی خودمون داریم عمل میکنیم؟ تا چند روزه آنچه که ما گفته شد و پرسش شما اینه که تا چند روزه ما خودمون رو یک فرد ملی‌گرا میخوانیم، یا اینی که به هر حال افرادی که در زمره افراد ممتاز اسرائیلی قرار گرفته بودن که از ایرانی تباران بودن، آیا ما ادامه این رو داریم؟ کجا هستن الان شاول موفازای ما، موشه کتاوای ما، پرزیدنت های آینده ایرانی تبار اسرائیلی ما؟ چرا ما جای دور می‌نویم خانم طاهری؟ بریم آمریکا، چند تا سناتور ایرانی‌ها دارن، چند تا پارلمنتاریست دارن، چند نفر در حال حاضر دارن که به عنوان کانگرسمن در آمریکا هستن؟ شما برید در سوئد اگر نگاه بکنید، حزب سوسیال دموکرات چندین و چند کرد هستن در بین آنها به عنوان کاندیدا در کارزارهای انتخاباتی شرکت میکنن، یعنی سلحشورانه میدونن برای شهروندی در کشور سوئد باید عمل بکنن، بر فردای ایران باید دموکراسی رو بیاموزن که بتونن فردای ایران بهتری داشته باشن. ولی رهبران جوانی که میبایست با میلیون دلاری که حالا بگیم 1,200,000 دلار برای توزیع بورس‌های تحصیلی به اسرائیل فرستاده میشه، کدام رهبران جوان را اینو موفق شدن اینجا پرورش بدن که ادامه آنچه که افرادی بودی که بدون یک لیر در جیبشون به اسرائیل اومدن، از روی سختی زندگی و مهنتی که آنچه که داشتن، از روی تنگدستی ایران رو از ایران فرار کردن در دوران مصدق یا دوران قجری یا قبلن که آمدن که بحرانی بود در اون موقع به اسرائیل اومدن، ولی تونستن خودشون رو بسازن. و در نظر بگیرید کجا هستن آنانی که میگن که بله ما ادامه و پاسدار گنجینه میراث غنی 2700 ساله هستیم؟ چرا ما نمیشنویم این افراد؟